اینجا لندن است رادیوی بی بی سی تا هشت در کابل و هشت در دوشنبه درود بر شنوندگان بینندگان چشمانداز بامدادی در بامداد سه شنبه و نهم بهمن هجدهم فوریه دست یاری ایران به سوی لبنان برای نجات از بحران مالی اما ایران در چنین وضعیت که دارد موضوع نخست برنامه همین است چهل روز گذشته پس از شلیک هواپیمای اوکراینی در تهران وزیر راه ایران میگوید ممکن است جعبه های سیاهش را به کشوری قابل در زمین جبه خانی بفرستند این موضوع زاویه های گوناگونی دارد که به بررسیش خواهیم نشست در این برنامه و سه روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس در ایران به موضوع حضور زنان در مجلس میپردازیم با توجه به هر آنچه که تاکنون گذشته درباره پیشرفت مراودات میان آمریکا و طالبان هم گفتگوی خواهیم داشت و درباره مطالبات مطالب بسیاری دیگر هم ظرف یک ساعت آینده پیش از همه خبرهای جهان از فرج بالافکن تهیه کننده برنامه سلام و صبح خیر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته که تهران آماده است برای حل مشکلات اقتصادی لبنان به آن کشور کمک کند این اولین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به لبنان پس از تایید صلاحیت کابینه جدید بیروت است در همین حال سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان گفته که کشورش در آستانه فروپاشی است و کمک نقدی ایران برای نجات آن کافی نیست وزیر راه ایران گفته که احتمال دارد در صورتی که تهران نتواند جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده را استخراج کند آن را به کشور دیگری ارسال کند پیشتر محمد جواد ظریف گفته بود که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به خارج از ایران ارسال نخواهند کرد دیروز وزیر خارجه اوکراین در مراسم چهلمین روز این واقع از ایران خواسته که برای مجازات تمامی عوامل سرنگونی این هواپیمای کمیته مشترک تشکیل شود سازمان ملل متحد میگوید که شمار آوارگان سوری که در پی حمله ارتش سوری از شهر ادلب گریختند از 900 هزار نفر گذشته. مارک لوکوک معاون امدادرسانی سازمان ملل همچنین خواهان آتش بس فوری شده تا به گفته او از وقوع بدترین فاجعه انسانی قرن 21 جلوگیری شود. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته که حملات ارتش برای بازپسگیری کامل حلب ادامه خواهد یافت. امیر پیام گزارش می‌دهد. بخش بزرگی از این آوارگان که تعدادشان اکنون به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده را زنان و کودکان خردسال تشکیل میدهند که حالا با پر شدن ظرفیت اردوگاه ها ناچارند در سرمایه زمستان بیرون از چادرها بخوابند. ارتش سوریه از ماه گذشته حملات خود را در استان حلب افزایش داده و مدعی است که طی چند روز گذشته توانسته به سوی شهر ادلب پیشروی کند. ادلب آخرین شهر تحت کنترل مخالفان بشار اسد است که بیش از دونیم میلیون نفر سکنه دارد. محمد اشرف خنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که صلاحیت و حدود مذاکرات صلح با طالبان را دولت تعیین خواهد کرد در همین حال گروه طالبان گفته که سند توافقنامه صلح و زمایبان به زودی امضا خواهد شد اسد حکمت گزارش میدهد رئیس جمهور افغانستان در بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان در دیدار با والیان گفت که افغانستان در آغاز یک روند جدید برای رسیدن به صلح پایدار است اشاره او به توافقات صلح بین امریکا و طالبان بود که بر اساس گزارش ها به مراحل نهایی خود رسیده اشرف غنی تاکید کرد که مالکیت و رهبری صلح به تعبیر او به دست نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و تیم مذاکره کننده از جانب دولت در گفتگو با طالبان حقوق بنیادی مردم را در نظر خواهد داشت و مدارک محرمانه جدیدی که به بیرون دست کرده ابعاد تازه ای را از تلاش دولت چین برای سرکوب مسلمانان اویغور برملا کرده این مدارک نشان میداد که شماری از حدود یک میلیون مسلمان اویغور تنها به دلیل داشتن ریش و یا چادر بازداشت شدهاند در بامداد سهشنبه با شما هستیم از چشم انداز بامدادی با درود گرم از لندن سرد به یکایی که شما داری شرجبیانم با چشم انداز بامدادی بی بی سی یک روز مانده به پایان بهمن ماه 1398 امیدوارم خوب و خوش باشید هر جای دنیا که هستید البته در روزهایی که لبنان دچار بحران نقدینگی است و ایران گفته که می تواند در راستای برون رفت لبنان از این بحران اقتصادی سهمی داشته باشد علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چنین قولی را در بیروت داده این نخواستین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به لبنان در پی تایید صلاحیت کابینه جدید این کشور است که چند روز پیش اتفاق افتاد اما سعد حریری که در پی ماها اعتراضات خیابانی از مقام نخست وزیر لبنان کنار رفت گفته که کمک نقدی ایران برای نجات لبنان که از دید او در آستانه فروپاشی است بسنده نیست حسان دیاب که در مقام نخست وزیری لبنان جایگزین آقای حریری شده گفته که نخستین سفر خارجی او پس از آغاز کارش در این مقام به کشور عربی خواهد بود برای درخواست کمک مالی برای بررسی این موضوع سراغ محسن میلانی رو بگیریم مدیر پژوهشگاه راهبردی و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در شهر تامپا درود بر شما در آمریکا شب شما خیر آقای میلانی علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در بیروت گفته که تهران میتونه و حاضر به لبنان کمک مالی کنه تا از بحران اقتصادی فعلیش بیرون بیاد خود این خبر برای بسیاری این پرسش رو پدید میاره که با این وضعیتی که ایران داره و در حالی که با چالش های ناشی از بازگشت تریم های آمریکا دست و پنجه نرم میکنه چطور و با بهرهوری وری از چه ظرفیتی ایران میتونه کمک بکنه به لبنان با عرض سلام و شنوندگان بینندگان عزیز صحبتی که آقای لاریجانی کرده به نظر من بیشتر یک شعار و جمهوری اسلامی نه قدرت این رو داره و نه پولش داره که کمک بکنه که لبنان از این اشکالات مهم اقتصادی خارج بشه میتونه یک سری کمک ها بکنه ولی این کمک ها تعیین کننده نخواهد بود و مسئله لبنان فقط مسئله کمک نیست در داخل لبنان یک سری اصلاحات باید بشه ولی متاسفانه نیروهای مهم سیاسی در اون مملکت فعلا آمادگی ندارن که این تغییرات رو بدن و اگر هم جمهوری اسلامی پولی داره که با میتونه استفاده بکنه به لبنان بره من رو یاد این ضرب و مسئله معروف ایرانی میندازه که میگن که چراقی که به خانه رواز به حراب در شرایط سختی که ایرانی ها دارن زندگی میکنن در شرایط تحریم و در شرایطی که این تحریم ها فعلا ادامه پیدا خواهد کرد و شاید هم تشدید پیدا بکنه به نظر من اگر ایران قوه اقتصادی داره باید سعی کنه بعض ملت رو بهبود بده و نه اینکه بیاد سعی بکنه مسئله که خود لبنانی ها نتونستن رو حل بکنن سعی بکنه حل بکنه به نظر من صحبتی که آقای حریری کرده کاملا درسته و ایران به هیچ وجه نمیتونه قادر نیست که مسائل مهم و بغرنج لبنان رو حل بکنه. آقای میلانی شما یادی کردید از ضرب المثل چراغ و مسجد ولی این پیشنهاد کمک ایران به لبنان به ناخداگاه شعار نه غزه نه لبنان رو در ذهنها تدایی میکنی که در اعتراضات خیابانی چند سال اخیر در ایران تنین انداز بوده آیا مقام های ایران از دید شما در پی اون اعتراضات به این نتیجه نرسیدن که اگه میخوان به کشورهای دیگه کمک کنن پیش و بیش از همه باید به اوضاع کشور خودشون سر سامان بدن؟ مشکل من واقعا قضاوت کنم که آیا به این نتیجه رسیدن یا نه من امیدوارم که به این نتیجه رسیده باشن ولی اگه اجازه بدید من یک مطلب خیلی مهم میره در رابطه با سرمایه گذاری در کل بهش اشاره کنم در ادبیاتی که در علوم سیاسی روابط بین‌المللی مطرح است صحبت از این میشه که یه دلیلی که کشورهای غربی تونستن جلو برن و کشورهای جهان سوم عقب افتادن این بود که کشورهای غربی میرن تو کشورهای جهان سوم سرمایه گذاری میکنن یه منفعت زیادی از این سرمایه به دست میارن و به جای اینکه این سرمایه را در همون کشورهای جهان سوم دوباره سرمایه گذاری کنن میارن به کشور خودشون و بنابراین مردم کشورهای غربی جلو میرن و کشورهای جهان سوم عقب میمونن متاسفانه اگر شما نگاه کنید به سرمایه که ایران داره تو لبنان میخواد بکنه و تا امروز کرده برای 38 سال فقط ایران در اونجا خرج کرده و منفعتی براش لازم مالی نیه برده بعد مسئله مهمی که آقای لاریجانی باد فکر نمی کنم خیلی در رابطه باش فکر کرده اینه که این پولی که ایران میخواد بده از چه راهی وارد لبنان میخواد بشه سیستم بانکی لبنان در سیستم بانکی دنیا ادغام شده و بانک های لبنانی وحشت از این خواهند داشت که پول ایران رو قبول کنند به خاطر اینکه فردا ممکنه تحریم های آمریکا گردن اونها رو هم بگیره بنابراین این مسئله خیلی بغرنجتر از اینه که جناب آقای لاریجانی در رابطه با اون صحبت کردند سپاسگزارم آقای میلانی با محسن میلانی صحبت میکردم مدیر پژوهشگاه راهبردی و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی که از تامپای آمریکا با ما صحبت میکردند و اما هواپیمای اوکراینی دیروز مراسم چهلوم سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین به ضرب دو موشک سپاه پاسداران ایران در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین در این آین در فرودگاه بریس پیل کیف گفت که دادستانی کل این کشور از ایران خواسته که یک گروه تحقیق مشترک تشکیل شود تا همه کسانی که در این اتفاق مقصر بودند مجازات شوند نه فقط کسی که دگمه را فشار داده بلکه همینطور کسانی که تصمیماتشان به سرنگونی هواپیما و مرگ همه سرنشینان آن انجام میده آقای پریستایکو همچنین گفت که دو روز پیش در ملاقات با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش از او خواسته که به کشف حقیقت کمک کند. آقای ظریف می گفت که ایران قادر به خواندن جعبه سیاهای این هواپیما نیست اما آن را به خارج از کشور هم نخواهد فرستاد ولی دیروز وزیر راه ایران گفته است که اگر تهران نتواند جعب سیاه هواپیمای سنگون شده اوکراین را استخراج کند ممکن است آن را به کشور سالسی ارسال سال کند پیش از بررسی این موضوع صحبت های حامد اسماعیلیون رو ببینیم و بشنویم که همسر و دخترش را در حادثی سرنگونی هواپیمای اوکراین از دست داد آقای اسماعیلیون که نویسنده و دندان پزشک مقیم تورنتای کانادا است میگوید هیچ چیز مثل عدالت نمیتواند خانواده های قربانیان را تسکین دهد جمهوری اسلامی در تمام این سالها کلمات را به فساد کشیده مثلا حسن روحانی میاد میگه اشتباه موردی یک نفر میگه خطای انسانی این بازی با کلمات و در واقع فاسد کردن کلمات من اسم این رو یک جنایت سیستماتیک میذارم برای اینکه وجوه بسیار زیادی داره این حادثه این, این قتل در واقع و از زوایای مختلف باید بررسی بشه سوء مدیریت در واقع, در واقع استفاده از این آدم‌ها که میگن به عنوان سپر انسانی فرضیه متفاوتی که هست و, و تا وقتی که تحقیقات کاملی صورت نگیره ما تمام مقامات جمهوری اسلامی رو که در این ماجرا با هم همدستی کردن مقصر میدونیم چون خیلی سعی کردن دولت رو از این ماجرا مبرا بدونن که به نظر من با گزارشات بعدی دست اونها هم رو شد ببینید خانواده ها تازه دارن همدیگر رو پیدا میکنن تازه دارن خودشون رو پیدا البته بسیار مشکله من با بعضی از خانواده‌ها در در ارتباطم و بسیاری هنوز نتونستند خودشون از لحاظ روحی حتی خود هم پیدا کنن که ما چه میخوایم بکنیم بده از خانواده‌ها ها کارهایی کردند ما در کنار هم خواهیم ایستاد ما خانواده‌ها و, و, و این مسئله دنبال خواهیم کرد خودم شخصا هنوز هیچ اقدامی نکردم ولی از تمام اقداماتی که خانواده ها کردن حمایت میکنم و اقدامات بعدی هم در راه خواهد بود صحبت های تأثیر برانگیز حامد اسماعیلیون بود در تورنتو کانادا نویسنده ای که همسرش پریسا و دخترش ریرا را در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی چلو یک روز پیش از دست داد اما در موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی زوای پدید اومده که میخوام با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در میون بگذارم که همین حالا در ارتباط زنده با ما هستند آقای حسنیاری درود بر شما تا کنون ایران اذعان داشته که قادر به خواندن جب سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی نیست و حاضر هم نیست که اون رو به یک کشور خارجی تحویل بده همین دو روز پیش وزیر خارجه ایران همین موضع رو تکرار کرد اما حالا وزیر راه ایران گفته که اگه تهران نتونه جبه های رو خودش بخونه و اطلاعاتش رو استخراج بکنه نهایتا اون رو به کشوری دیگر که توانایی این کار رو داره تحویل میده این چرخش از دید شما در موضع ایران رو چطور میشه عرضه کرد؟ به با سلام خدمت شما بینندگان شنوندگان و محترمتون. ببینید تا زمانی که این جبه های سیاه از ایران خارج نشه و به کشور سالسی داده نشه نبایستی به حرفهای وزیر راه چه وزیر خارجه اعتماد کرد به خاطر اینکه زمانی که این سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران انجام شد بلافاصله تحت فشار بین المللی جمهوری اسلامی از جمله وزیر خارجه این کشور آقای ظریف اعلام کرد که جبه های سیاه رو تحویل اوکراینی ها میدن که اونها به فرانسوی ها بدن و یک همکاری بین الملی صورت بگیره در مورد خواندن جواهای سیاه بعد بعد از چندی که فشارها کمتر شد جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کار رو نخواهد کرد و حرفای اخیری که آقای ظریف زد در این مورد این که ما این جعبه ها را اگر بفرستیم معناش چی هست آمریکایی ها به دنبال چی هستند و مسائلی از این قبیل اینها نشانه دو چیز است یکی اینکه اساسا بینظمی در جمهوری اسلامی یک عادت و دوم اینکه جمهوری اسلامی اگر به طور بسیار شدید و جدی تحت فشار جامعه بین المللی قرار نگیره به هیچ کاری دست نخواهد زد و به همین خاطر هست که این گیجی و ابهام رو در حرفهای رهبران جمهوری اسلامی میبینیم چه رهبران بزرگ و چه کوچکترها نظیر این گذران آقای حسنیاری به موضع کانادا حسن هم, حسن هم. هم اگر نگاهی بکنیم میبینیم که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که به دلیل حضور شما بسیار زیادی از شهروندان کشورش در این هواپیما از آغاز ماجرا درگیرش بوده همچنان مسررانه تقاضا کرده که ایران جبه های سیاه هواپیما رو به فرانسه بفرسته که از تجهیزات مدرن خانش اونا برخوردار هست و همچنین گفته که این جبه های سیاه به شدت آسیب دیدن این نکته تازه است که میخوام ببینم که از این شما منظور چه نوع آسیبی میتونه باشه و آیا این بدون معناست که برخی از داده ها از این جبه ها رو به دلیل آسیبی که دیده نمیشه استخراج کرد دیگه؟ ببینید اون زمان بعد از سرنگونی این هواپیما جمهوری اسلامی اعلام کرد که یکی از جعبه های سیا آسیب دیده حرفی از میزان آسیب و اینکه آیا همون جعبه آسیب دیده می شود محتواش رو استخراج کرد یا نه مطرح شد بعد گفته شد که هر دو جعبه آسیب دیدن بنابراین بایستی دریافت که آیا این جعبه های سیاه در توسط جمهوری اسلامی آسیب دیدن بعد از سرنگونی هواپیما و به دست آوردن اونها و یا اینکه در هنگام حادثه چون این اتفاقی صورت گرفته بنابراین اگر این حرف های کانادایی ها رو در کنار حرف های رهبران جمهوری اسلامی قرار بدیم میبینیم که یک نوع تضادی وجود داره و یا حداقل ابهام بسیار بزرگی وجود داره در مورد اینکه از چه اتفاقی افتاده برای این جعبه های سیاه به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی که توان خانش این جعبه ها رو نداره و حاضر نیست که این جعبه ها رو به خارج بفرسته معناش این هست که حداقل تردیدی که در این مورد وجود داره این هست که جمهوری اسلامی چیزی برای پنهان کردن داره بنابراین اگر از این بشود نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی این جعبه ها رو به طور عمد صدمه زده برای اینکه نشود از محتوای اونها باخبر شد این امر دیگری است و تنها زمانی می شود به چون این نتیجه رسید که این جبه ها از دست جمهوری اسلامی خارج بشن توسطی کشورها بسیار هستند کشورهای غربی که چون توانی رو دارن به خصوص فرانسه، آمریکا و بعضی کشورهای دیگه در اون صورت هست که می شود گفت که آیا این جبه ها واقعا یا یکی از جبه ها آسیب در چه زمانی دیده و آیا دست جمهوری اسلامی در آسیب دیدن این جبه ها وجود داشته یا نداشته و در خب پیرو همین صحبت شما آقای یسنگی اگه اجازه, بدین این سال رو ترک کنم که من در طول این چند روز با مهمان دیگرم هم ترکم میخوام ببینم که شما عزیز شما چطور هست که آیا واقعا امکان داره که جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگه که به این جبه ها دسترسی داره بتونه اطلاعات و داده های این جبه ها رو دستکاری بکنه کوتاه لطفا. آب میتونه صدمه بزنه به این ها اگر که میتونست کاری بکنه خب معناش این هست که به محتوای اونها میتونه دست پیدا بکنه از اونجایی که چون این توان جمهوری اسلامی نداره بنابراین امکان این که صدمه بزنه به این جعبه ها بسیار بالاست و همونطوری که اشاره شد بایستی این جعبه ها به خارج برده بشوند تا اینکه میشود از محتوای اونها خبر منتها فرانسوی ها این توان رو دارند که محتوای این ها رو دریابند اوشنگ حسنیاری و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا سپاس گذارم از حضور شما در چشم انداز بامدادی بی بی سی پذیرایی دیدگاه های شما شنوندهها ها و برنامه، بینندگان برنامه چشم بامدادی هستیم در این باره عمق اندوه کسی رو که در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و فرزندش رو از دست داده دقیقی پیش شنیدیم و اینکه میگفت تا چه اندازه از مقام های جمهوری اسلامی قطع امید کرده اما تأثیری رو که این رویداد فجیع بر وجه ایران در جان گذاشته از شما چطور میشه ارزیابی کرد و این رویداد که به مرگ همه 176 سرنشین ما انجامید چه سایی بر وجه و اعتبار ایران انداخته لطفا نظر بدین در باری موضوع نخست برنامه هم امیدوارم که نظر بدین که پیشنهاد کمک نقدی ایران به لبنان که در حال گذران یک بحران اقتصادی عمده است آیا با چنین کمک موافق هستید یا نه و چرا لبنان برای حل مشکلش چه راهکارهایی رو پیش رو داره به نظر شما از جمله شما تسلا و قیاس و اکبر و افشین و زرفشان و رسا و رضا و نجف و محمد و همینطور نسیم و ارکن و دوستان دیگر که در فیسبوک بی بی سی فارسی نامتون رو همین الان دیدم نظر بدین تا شنیده بشین دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی at bbc.co.uk دو سفر چهل و چهار سی سد و هفتاد چهار سد و دوازده بیست و دو بیست و دو در روزهای هستیم که مجلس یازدهم ایران در راهه البته پس از آنکه انتخابات اون برگزار بشه همین دوم اسفند یعنی تا سه روز دیگه قرار دوم دور نخست انتخابات رو داشته باشیم پس طبعا روزنامه های صبح امروز تهران هم سرشار از مطالب انتخاباتی از فرشته قاضی بشنویم بررسی روزنامه های امروز تهران رو شروع میکنیم با پرسش از نامزدهای مجلس یازدهم از ابتکار قهر و آشتی با انتخابات از ایران و تکاپوی انتخاباتی اصلاح طلبان پس از تخریب از جوان و این سه مطلب که انتخاب کردی این خانم قاضی مربوط به انتخابات دوم اسفند هست روزمه ابتکار از پرسش از نامزدهای مجلس یازدهم میگه چه پرسشی جلال خوششهره در سرمقاله این روزنامه معتقده که مجلس یازدهم متفاوت از همه مجالسی خواهد بود که تا پیش از این تجربه شده و یک دستی در گرایش عمومی اعضای اون در غیبت یا حضور کمرنگ نمایندگان دیگر گرایش ها از حالا قابل پیش بینیه. اما آیا بروز مجلس آینده بازتابی از توافق عمومی یا در کم و کیف اون باید منتظر رقابت ها و انتخاب های بود که بر حسب شرایط در جهتگیری اون تاثیر خواهد گذاشت آقای خودشهره اینجور پاسخ داده که آنچه در اظهارات نامزدهای انتخاباتی قابل دریافته وجه سلبی رویکرد غالب در مجلس دهمه اما درباره اونچه که قراره در دستور کار اصلی مجلس آینده باشه کمتر سخن گفته شده یا در پرده ای از ابهام داره بیان میشه و ماجرای قهر و آشتی با انتخابات که روزنامه ایران تعریف کرده است چه قراره؟ محمد مهاجری در یادداشت روزنامه دولتی ایران نظام جمهوری اسلامی رو صندوق محور خونده و نوشته که حضور پای صندوق رای آینده ایران رو بیمه میکنه اما شماری از شهروندان ممکنه بپرسند با فضای انتخاباتی موجود عملا بسیاری از انگیزه ها برای حضور پای صندوق رای از بین رفته یا ضعیف شده این پرسش رو به اعتقاد آقای مهاجری باید به رسمیت شناخت و در پاسخ به اون باید گفت اگر صندوق محوری اساس سیاست جمهوری اسلامیه همه ارکان قدرت باید بهش توجه داشته باشند اگر از مردم با همه سلیقه های متعدد انتظار و حضور در انتخابات میره لازم پا به پای اون نامزدهای مورد علاقه سلایق مختلف مردم هم حضور داشته باشند آقای مهاجری در نهایت نوشته که اگر قرار باشه کسی بین دو گزینه عدم شرکت در انتخابات و دادن رأی سفید یکی رو انتخاب بکنه دومی رو پیشنهاد میده روزنامه جوان باز هم به موضوع حضور اصلاح طلبان در انتخابات برگشت تکاپوی انتخاباتی اصلاح طلبان پس از تخریب صحبت از کدوم تخریب خانم قاضی روزنامه جوان هم اشاره کرده به بیانیه 80 نفره اصلاح طلبان که اغلب اونها رو توند رو خونده و نوشته که خطو نشانهای هفته‌های هفته های گذشته چهره شاخص اصلاح طلب برای انتخابات و در واقع علیه انتخابات نوعی تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان و کل حاکمیت برای تایید صلاحیت شدن کاندیدای رد شدهشون بود از سوی این فشار رو علنی کردن تا فشار افکار عمومی بر شورای نگهبان وارد بشه از سوی دیگه در پشت پرده به چانه زنی با شورای نگهبان رو روی آوردن یعنی همون تئوری فشار از پایین و چانه زنی در بالا رو تحقق بخشیدن خب اینها نگاه رو به جلوی روزنامه های صبح امروز تهران بود درباره مجلس یازدهم شورای اسلامی که شرحش را از فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا شنیدیم اما مجلس دهم ده همین مجلسی که واپسین روزهای خود رو میگذرونه از نظر تعداد نمایندگان زن در تمام دوره های مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب 1357 استثنایی بوده شماری از نمایندگان آن از آغاز کار خود فراکسیون زنان رو شکل دادند و هدفشون رو تعریف کردند تحقق خاص های زنان اما اینکه چقدر در رسیدن به این هدف کامگار بودند و چه اندازه خواسته ها و ارزش های اونا با مطالبات همه زنان ایران در یک راستا بوده پرسشی است که همکارم فرین آسمی کوشیده در گزارش خودش به اون پاسخ بده 17 نماینده زن در مجلس دهم ده رکوردی برای حضور زنان در مجلس ایران بعد از انقلاب 57 گرچه به خاطر وجود نظارت استثبابی شورای نگهبان و استناد این شورا به مواردی مثل لزوم التزام عملی به ولایت فقیه در هیچ کدام از ده دوره گذشته زنانی که همه اقشار زنان ایران را نمایندگی کنند حضور نداشتند. در مجلس دهم ده که از خرداد 1395 آغاز به کار کرد، دوازده نماینده زن اصلاح طلب حضور داشتند. یک نماینده اصولگرا بود، دو نفر آنها مستقل و دو نفر اعتدالگرا. تنها یکی از آنها پیش از این سابقه نمایندگی داشته سهیلا جلودارزاده نماینده تهران پیش از این بیشترین تعداد نمایندگان زن در مجلس پنجم و چهارده نفر بود کریستینا ویلفور کارشناس در امور مشارکت سیاسی زنان درباره آمار مشارکت زنان در مجلس ایران میگوید خب باید این پیش زمینه رو در نظر داشته باشیم که ایران کشور آزادی نیست. بنابراین مشکله که فقط به مشارکت زنان خارج از این مسئله نگاه کنیم. سیستم انتخابات به هیچ زن یا مردی اجازه نمیده که بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی به طور آزادانه رقابت کنه. متوسط مشارکت زنان در کشورهایی که پارلمان دارن 23 ممیز 6 درصده اما ما در ایران نزدیک 6 درصده که به شدت از استانداردهای جهانی عقبه. با وجود این اونچه مهمه اینه که زنان ایرانی تونستن مشارکت بیشتری داشته باشند و صداشون رو بیشتر به گوشه همه برسونن. وجود زنان بیشتری در پارلمان نسبت به 10 سال یا 20 سال گذشته اتفاقی مثبت from 10 years ago, 20 is in fact a positive. فرکسیون از فراکسیون زنان مجلس دهم ده برای افزایش تعداد نمایندگان زن تلاش زیادی کرد اما این طرح تنها 63 رأی موافق آورد زنان در مجلس دهم ده اما توانستند تا اندازه چهره سراسر مردانه مجلس ایران را تغییر دهند در مجلس نهم نه زنان نماینده حتی در مواردی باعث محدود شدن حقوق زنان شدند یا اقدامی برای تأمین حقوق آنها نکردند قانون حمایت از خانواده که در مجلس نهم نه تصویب شد به مردها اجازه میداد بدون رضایت همسرانشان ازدواج مجدد کنند طرح دورکاری زنان یا جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه ها هم در مجلس نهم نه مطرح شد ان این انتصاب ها رو بدیم و این سقف شیشه ای در بخش مالی شکسته بشه گرچه خیلی از طرح های نمایندگان زن در مجلس دهم ده به سقف شیشه ای نرسید چه برسد به اینکه آن را بشکند از جمله طرح بحث برانگیز ممنوعیت کودک همسری طیبه سیاوشی نماینده تهران در این باره میگوید اگر یک بچه نمیتونه یک قرارداد اقتصادی رو یا حتی یک حساب بانکی رو زیر 18 سال باز کنه چطور ممکنه همچین قرارداد مهمی رو در زندگیش امضا کنه این طرح در تر میان روحانیون و مردان مجلس به ویژه کمیسیون قضایی مخالفان جدی داشت از جمله اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس قوانین فعلی ما نه تنها نقصی ندارن تو این موضوع بلکه به شکل خیلی خوبی تنظیم شدن چون اجازه دادن در بعضی از موارد خاص که ممکنه رشد بدنی هم اجازه داده باشه این ازدواج صورت بگیره تصویب جزئیات طرح دادن حق شهروندی به کودکان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند از دیگر تلاش های فراکسیون زنان بود که در صورت تایید شورای نگهبان مشکلات خانواده های بسیاری را حل می کرد اما شورای نگهبان این لایحه را رد کرد مسئله ورود زنان به استادیوم ها از مواردی بود که گرچه فشارهای خارجی و به طور مشخص فیفا دلیل اصلی آن بود اما نمایندگان زن هم پیگیری های زیادی درباره آن انجام دادند بعد از اینکه سحر خدایاری یا دختر آبی خود را در اعتراض به پیگرد قاضی به آتش کشید این نماینده ها از نماینده قوه قضایی توضیح خواستند و با وزیر ورزش و جوانان صحبت کردند مانع ورود به استادیوم ها یک بار و در مهر 98 شکسته شد و زنان توانستند بازی تیم های ایران و کامبوج را از بازی های مقدماتی مرحله انتخابی جام جهانی 2022 میلادی ببینند مشکلات حل کنیم مخالفان که شامل بعضی نمایندگان زن سابق از جمله لاله افتخاری یا زهر الهیان هستند معتقدند اینها نیاز زنان جامعه نیست و به جای اینکه برای جامعه منفعت داشته باشد موجب بروز مشکلات شده فراکسیون زنان در مورد مسائلی مانند حجاب اجباری نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند گرچه که بعضی از آنها مانند پروانه سلحشوری خود معتقد به حجاب اختیاری هستند حالا اگر از دست من به اگر می اومد و اگر حتی ممکن اعدام هم نمی کردن اگر قانونه رو می اومدم برای اینکه که این قانون اصلاح بشه چون معتقدم هجاب درونیه معتقدم الان تو این مملکت حجاب یه مقوله سیاسیه ما توی بحث قوانین شاید خیلی نداشته باشیم نه اینکه بگم مشکل نیست هنوز همچنان ما هست که ما باید ورود پیدا کنیم اما زنان نماینده در چهار سال گذشته در مورد مسائل مختلف چطور عمل کردند آسیه امینی فعال حقوق زنان در این باره اینطور توضیح می‌دهد کسانی که اساسا به مجلس راه پیدا میکنن کسانی هستن که از ده ها فیلتر سیاسی عقیدتی و ارزشی گذشتن حالا در بین اینها شما به همین مجلس دهم ده اگر نگاه بکنید از بین 17 نماینده زنی که وارد مجلس شدن چهارده نفرشون وابسته به تیپ اعتدال و اصلاح طلب ها هستن. اما ما میبینیم در همینها هم نه اجماعی وجود داره در اینکه بخوان مسائل زنان رو در اولویت مسائل کشور به پیش ببرن و بتونن مردان و فراکسیون های دیگه و نمایندگان دیگر رو با خودشون هماهنگ و همراه بکنن و نه از طرف اون تیپ ها این مسئله هرگز اولویت داشتن ما به خواستایی که مطلوبمون بوده و دنبال میکردیم نه هنوز نرسیدیم خیلی تا اون فاصله داریم اعضای فراکسیون زنان مجلس معتقدند وضعیت زنان در ایران چندان هم بد نیست اما هنوز تا شکسته شدن سقف شیشه ای در ایران راه درازی در پیش است حضور زنان در مجلس ایران فرین آسمی گزارش میداد در این لحظات بامداد سهشنبه 29 بهمن 18 فوریه نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه ایران گفته است که می تواند در راستای برون رفت لبنان از بحران مالی به این کشور کمک کند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چنین قولی را در بیروت داده. محمد اسلامی وزیر راه ایران گفته است که اگر تهران نتواند جبی سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را استخراج کند، ممکن است آن را به کشور سالسیر ارسال کند. و آمریکا یک بار دیگر متحدان اروپایی خود را برای یافتن جایگزینی برای شرکت چینی هواوی زیر فشار گذاشته و گفته که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که از استفاده از این شرکت برای شبکه های تلفن همراه مشابه راه یافتن پلیس مخفی چین به جیب شهروندان غربی هست و اما از غذا همین موضوع هواوی رو شرکت چینی مخابراتی هواوی رو در برنامه داریم تا چند سانی دیگر بهش خواهیم پرداخت اعتصاب کلبران در شهر پاوی ایران هم جز برنامه ما هست موضوع بسیار دیگر هم داریم و از جهان کتاب هم خواهیم گفت یا در واقع مروری بر دو کتاب هفته که تا حدود 18 دقیقه دیگه سراغش رو خواهیم گرفت اینجا لندن است رادیو بی بی سی چشم انداز بام دادی همون که پیشتر اشاره کردم آمریکا یک بار دیگر متحدان اروپای خود را برای یافتن جایگزینی برای شرکت چینی هواوی زیر فشار گذاشته تازه ترین مقام آمریکایی که نسبت به این موضوع هشدار داده نانس پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است که در بازگشت از سفر خود به همایش امنیتی مونیخ گفته که استفاده از این شرکت برای شبکه تلفن همراه به معنی راه یافتن پلیس مخفی چین به جیب شهروندان اروپایی است همکارم مهرنوش پورزیایی در واشنگتن نگاهی دارد به این موضوع مقام های آمریکایی از دولت ها و رهبران اقتصادی خواستند مجموعه از قول های صنعتی را برای جایگزین کردن هواوی ایجاد کنند تا بتوانند از به خطر افتادن امنیت ملی و نقض حریم خصوصی شهروندانشان جلوگیری کنند. نانسی پلوسی رهبر مجلس نمایندگان آمریکا در تازه ترین اعلام موضع خود در این زمینه روز دوشنبه در دیدار با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است البته که کار با هواوی برای کشورهای اروپایی ارزان تر است. چون موفقیت خود را با مهندسی معکوس تکنولوژی های غربی کسب کرده او هشدار داده که اروپا نباید حریم خصوصی شهروندان و امنیت کشورهای خود را به این آسانی بفروشد. نانسی پلوسی There some, uh, economic, uh, by the to خانم پلوسی گفته از چینی ها بعضی از شرکت ها را تهدید کردند که اگر هواوی را به کشور خود راه ندهند بخشی از معاملات دیگر خود را با آنها لغو می کند. خانم پلوسی این امر را غیر قابل قبول خوانده و ابراز امیدواری کرده که این کشورها متوجه شوند که نمی شود به خاطر منافع چند شرکت حریم شخصی مردم را فروخت برای بسیاری از کشورها به ویژه در آفریقا و آسیا بهای پایینتر فناوری چینی در مقایسه با تجهیزات اروپایی و آمریکایی کار با آن را راحت تر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اواخر بهار سال جاری برای حفاظت از شبکه های کامپیوتری آمریکا در مقابل تهدید نیروهای متخاسم خارجی وضعیت اضطراری اعلام کرد تصمیمی که عموماً فناوری چینی هواوی را هدف قرار داده به جز اتهامات سرقت اطلاعات و همکاری با دولت های سرکوبگر و سرویس های اطلاعاتی چین، بخش دیگر نگرانی آمریکا به همکاری های امنیتی اطلاعاتیش در قالب گروه موسوم به پنج چشم باز می گردد. این گروه از پنج کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تشکیل شده تا سازمان های جاسوسیشان بتوانند ارتباط و همکاری بسیار نزدیکی داشته باشند و حجم انبوهی از اطلاعات محرمانه را اغلب به صورت الکترونیکی رد و بدل کنند. آمریکا تهدید کرده که همکاری هر یک از اعضای این گروه با هواوی به معنی قطع همکاری آن با آمریکا خواهد بود. با وجود این حتی بریتانیا که از نزدیکترین همپیمانان آمریکاست به هواوی اجازه داده بخشی از شبکه نسل پنجم تلفن‌های همراه این کشور را بسازد. هواوی بزرگترین سازنده تجهیزات ارتباط موبایل در جهان است و به ارتباط با تشکیلات جاسوسی چین و جمعآوری اطلاعات برای این سازمان متهم است نگرانی درباره هواوی از جمله به یک قانون اطلاعاتی در چین برمیگردد که شرکت های این کشور را به مشارکت در کارهای اطلاعاتی دولت ملزم می کند. مهنوش پوریایی بود در واشنگتن گروه طالبان اعلام کرده که مذاکرات این گروه با آمریکا به پایان رسیده و سند توافقنامه صلح و زمیمه های آن نهایی و به امضا خواهد شد. گفته شده که آغاز کاهش خشونت ها در یکی دو روز آینده رسما اعلام می شود. بر اساس این توافقنامه طالبان پذیرفتند به مدت هفت روز از حمله به نظامیان و غیر نظامیان خودداری کنند. بر اساس آنچه تا حالا اعلام شده قرار است 11 روز بعد یعنی دهم اسفند 29 فوریه دو طرف توافق نامی صلحی در دوهی قطر امضا کنند و پس از آن روز 20 اسفند دهم مارس مارس گفتگوهای بین افغانی آغاز شود از فاطمی امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در واشنگتن آمریکا پرسیدم آیا اکنون چشمانداز صلح افغانستان روشنتر از گذشته است ظاهرا در آستانه یک توافق الان قرار دارند برخلاف گذشته که این به ناگهانی اگه یادتون باشه با توییت آقای ترامپ بعد از کشته شدن چند نفر از به نیروهای آمریکایی در افغانستان آقای ترامپ یک توییت فرستاد و این مذاکراتی که قرار بود در ملاقات با طالبان صورت بگیره به طور ناگهانی قطع شد حالا این بار ظاهرا های بیشتری به دست اومده ولی واقعیتش این هست که هنوز هم نمیشه هرگز با اطمینان کامل درباره صلح مذاکرات صلح افغانستان با چیزی رو بیان کرد هنوز مشخصا ها... بگیم که چه چیزی روشن هست چه چیزی مشخص و دقیق نیست فعلا چقدر میشه مثلا روی تعهد طالبان به پایان دادن به خشونت ها حساب کرد خیلی نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید ما الان اینجا چند تا عامل مهم داریم یکی غیر قابل پیش بینی بودن خود آقای ترامپ هست که خب در گذشته هم دیدیم نمونه چطوره دوم اینکه طالبان یک نیروی منسجم متشکل به صلاح یک ارگانیزیشن پیچیده ای که بشینی باهاش به یک مذاکره برسید و بتونی به تعهدش روی تعهدش حساب بکنی این واقعیت که نیست اصلا حالا طالبان قبول کرد یک آتش بس آتش یعنی کاهش خشونت برای مدت محدودی الان که هفتش روزه ولی ظاهرا قرار توی مدت 135 روز بدون خشونت به سرا سپری بشه تا بعد این مذاکرات وارد یک فاز جدی تری بشه ولی همونجور که عرض کردم خدمتتون به این دلیل مشخص که طالبان یک گروه متشکل یک به یک ارگان، یک سازمانی که تمرکز کامل داشته باشه رو همه جناهاش یا طرز تفکرهای مختلفش نیست اینه که ممکنه الان به یک توافق برسن بعد یک اتفاق دیگه بیفته اتفاقا مجله تایم همین دو، دو روز پیش از مسائلی نوشته الحاقیه هایی ظاهرن که اصلا آشکارا اعلام نشده بوده حالا طالبان تکذیب میکنه و حال یک چیزای نهفته ای هم هست که احتمالاً این, در... از این, موارد نهفته رو که گفتین طالبان تکذیب میکنه همین بحث های هست که گویا طالبان با باقی ماندن بخشی از نیروهای CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در افغانستان موافقت کرده در صورت که خود طالبان به طور رسمی اعلام کرده که همچین موافقتی نبوده و رد میکنه اگر این توافق میان طالبان و آمریکای ها شده باشه واقعا به نظرتون چه تبعاتی میتونه برای یه ساختار گروه طالبان داشته باشه؟ طالبان همون دیگه یه عده ممکنه کاملا برخلاف اون چیزی که فکر میکنن رهبریشون به دست یعنی توافق کرده عمل بکنن یه عده ممکنه واقعا خارج از موافقت رهبری به خشونت دست بزنن بعد از طرف خود آمریکایی ها مشکل این هست که بخشی از اون نیروهایی که حالا اینا رو من به گفته مجله تایم میگم خدمتتون اگر قرار بخشی از اون نیروهای ضد تروریسم به صلاح از سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در مناطقی بمونن بعضی از اون مناطق تحت کنترل طالبانه همین الان هم و بعدن هم <applause> پس این میدونید پیچیدگی هایی هست که نمیشه واقعا توی قراردادی که توافقی که به این صورت با این سرعت به دست اومده روش حساب کرد و کاملا واضح و آشکارا بسیار در موردش تحلیل کرد. اما واقعیت این هست که به حال یک سری مشکلاتی وجود داره دیگه حالا هم در آمریکا هم گفته میشه و حال شتابی که وجود داره برای دست یافتن به یک توافق با طالبان در رابطه با های انتخاباتی قول‌های انتخاباتی آقای ترامپ و براش لازمه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری یک توافقی صلحی به اصطلاح با با افغانستان شده یعنی در افغانستان برقرار شده باشه که نیروهای آمریکایی برگردن اینا همه احتمالاً عواملی هستند که خیلی نقش مهمی داشتن در سرعت این توافق با طالبان فاطمه امان بود تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در واشنگتن آمریکا حالا با شایا سلجو برگردیم به رویدادهای ایران که در یک نگاه مرور میشه رئیس پزشکی قانونی ایران میگوید اعلام آمار کشته شدگان اعتراض های آبان ماه به عهده دولت است عباس مسجدی آرانی گفته همه اطلاعات مربوط به کشته در اختیار شورای امنیت کشور است و پزشکی قانونی هیچ وظیفه برای اعلام آن ندارد دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که آمار قربانیان در اختیار پزشکی قانونی است و این سازمان می تواند آن را اعلام کند فرمانده کل سپاه پاسداران به اسرائیل هشدار داده که همه نقاطش در تیررس ایران قرار دارد و هدفگیری فقط از مبدع ایران نخواهد بود. سرلشکر حسین سلامی به شبکه المیادین لبنان گفته که امکانات زیادی برای نابودی اسرائیل وجود دارد اما هنوز شرایط برای تحقق آن مناسب نیست. بنابر گزارش ها در ماه های اخیر اسرائیل بارها به موازه سپاه پاسداران و نیروهای متحدش در سوریه حمله کرده و در مواردی مسئولیت این حملات را هم به عهده گرفته و دوازده زندانی سیاسی زن در ایران خواستار تحریم انتخابات پیشرو رو شدند آنها در بیانیه ای از داخل زندان اوین تاکید کردند که شرکت در این انتخابات تاییدی بر به گفته آنها جنایت های نظام حاکم است اینجا لندن از رادیو بی بی سی چشم بام دادی خبرهای رسیده از اعتصاب شماری از کولبران در شهر پاوی ایران گفته شده بازاریان این شهر در استان کردستان ایران در اعتراض به کشته شدن دو کولبر و زخمی شدن هفت کولبر دیگر به دست مرزبانان ایران دست به این اقدام زدند شبکه حقوق بشر کردستان گزارش میدهد که نیروهای مرزبانی نوسود در شهرستان پاوه یک شنبه گذشته به سوی شماری از کولبران شلیک کردند که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند مسعود کردپور از خبرگزاری مکریان در این باره بیشتر توضیح میدهد در منطقه مرزی به دلیل بیکاری بسیار زیادی که در طی سالهای اخیر بیشتر شده به دلیل وضعیت اقتصادی ناجوری که در منطقه هستند هستش تعدادی از جوانان این منطقه به کولبری میپردازند چون فرصت شغلی بسیار کم هستش و کارخانجات صنعتی و اینا که در مناطق مرزی و مناطق کرنشین خیلی کم هستش به همین دلیل تعداد زیادی از جوانان مشغول کولبری هستند که متاسفانه طی روز گذشته تعدادی از این کولبران در منطقه مرزی نوسود در شهرستان پاوه مورد تیراندازی قرار گرفتند حدود هشت نفر از این کولبرا زخمی شدن که به بیمارستان های شهرهای منطقه منتقل شدن که متاسفانه دو تن از این کولبران جونشون رو از دست دادن که خیلی هم جوان هستن حدود 22 سال و 24 سال سن دارن زن و بچه دارن که متاسفانه جونشون رو از دست و در واکنش به این تیراندازی به این وضعیت وخیم اقتصادی منطقه در شهرستان پاوه بازارگان اعتصاب کردن یعنی امروز سر کار نرفتن و مغازهاشون رو بستند چون اقتصاد منطقه اقتصاد تجاریه که ارتباط داره با مرزها و تجارت کالایی که با اون طرف مرز برقرار هستش و هر بار مصیبتی گرفتار میشن مردم این منطقه کولبرای این منطقه یا وضعیت جوی منطقه باعث تلفات میشه یا تیراندازی میشه به اینا و همین مشکلات باعث شده که بازاریان اعتصاب کنند مسعود کردپور صحبت میکرده از خبرگزاری مکریان حالا فرصت بسیار اندکی دارم که به شماری از پیام هایی که شما فرستادید با مهربونی بپردازم از فیسبوک شروع میکنم که در واقع درباره موافقت تلویحی ایران به تحویل جوایز سیای هواپیمای اوکراینی به کشوری که قادر به خوندنش هست ایرج نوشت که کدوم چرخش در باری جاوی سیاه؟ اینها وقت میکشند وزیر راه در ایران چه کار است افشین میگه که ایران داره وقت کشی میکنه باز هم حالا با چه هدفی به زودی اون هم مشخص خواهد شد ما همیشه پشت ابر نمیمونه نظر افشینه و تسلا با اشاره به صحبت های کسی که همسر و فرزندش رو در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد و ما،, ما پخش کردیم گفته که عمق اندوه ما ایرانیان از 1400 سال پیش تا کنون و تا زمانی که خود را اسیر مقدسات میکنیم امتداد داشته و خواهد داشت اسکندری میگه میشه جبی سیاه رو تا روشن شدن وضعیتش در یک مکان امن و بیطرف نگهداری کرد تا دستکاری نشه مثلا پیشنهاد کرده در سفارت سوئیس در تهران در تلگرام ام ام میگه که لبنانی ها این راجب به پیشنهاد کمک آقای علی لاریجانی به لبنان هست که میگه که لبنانی ها ملت ستم دیده هستند و هر ملتی باید به اونا کمک بکنه و کمک های ایران احتیاج داره به کمک های ایران این کشور و به نظر آقای ام ام شرایط ایران بسیار عالی است و تحریم ها فقط برای آمریکا معنی دارد و ایران قادر به کمک به لبنان هست اگه فرصت شد به پیام هاتون برمیگردم فعلا بریم سراغ ورزش. خبرهای ورزشی امروز رو از نامی آغاز کنیم که فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران فرستاده. فدراسیون فوتبال ایران این روزها وضعیت ای داره که در درباش صحبت‌های داشتیم که هم رئیسش سرپرسته و هم دبیر کلش ببینیم که پوریا جافره این بار در این بار چه میگه. چند وقتی هست به صورت شفاهی به ایران گفته شده بود حتی زمانی که مهدی تاج رئیس فدراسیون بود ولی خب اتفاقایی که افتاد در عرض این سه ماه در ایران از جمله مسائلی که توی آبان ماه پیش اومد مسافرت افراد مختلف از طرف فیفا به ایران کنسل شد و بعد هم مسائل ادامه داشت ولی الان دیگه به صورت رسمی به ایران ابلاغ شده در مورد مسئله حضور زنان در استادیوم سه تا مورد اصلی هست یکی اینکه در های ملی تعداد های بیشتری بعد به اونها اختصاص اختصاص پیدا بکنه مسئله دوم حضور در لیگ قهرمانان آسیا است که یه جوری توفیق اجباری شد واسه بعضی از این تیم‌ها که از امتیاز خونگی محروم شدن بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا که بین‌المللی هستن زنان باید حتما در اونها حضور داشته باشن در مورد لیگ ایران هم از فصل آینده فصل 99400 فوتبال ایران زنان باید در بازی‌های داخلی هم حضور داشته باشن و پوریا از بازی های دیروز لیگ فوتبال قهرمانان آسیا بگیم که فکر نمی کنم خوشحالت کرده باشه دیروز که اصلا خوب نبود استقلال رو میشه گفتش یه مقدار بدشانسی هم همراه بود در کویت بازی کرد با تیم اهلی عربستان هر متحری که خیلی عالی داره بازی میکنه تو این بازی هم برای استقلال گل زد ولی استقلال دو یک باخت یه پنالتی رو وریا قفوری گل نکرد یک گل دقیقه 90 در سالان متعدی داور خیلی عجیب اشتباه اعلام کرد در نهایت استقلال دو یک بازنده شد تا شانسش برای بالا رفتن از گروه کمتر بشه شهر خود وضعیتش از استقلال هم بدتر بود به ازبکستان شهر تاشکند رفته بود با تیمی که حالا تو ایران به پاختاکور معروف همکار ما داریش رجویان خیلی روی این مسئله تاکید داره که باید پختکار کار حتما صدا بکنیم این تیمو در صورت پخته کار ازبکستان سه بر صفر جلوی شهر خود برنده شد دو تا مسابقه دیگه هم امروز هست سپاهان که خیلی عالی عمل کرده و چهار هیچ برنده شده بود در ال این در بازی اول خودش یه مسابقه سخت داره مقابل تیم جاوی تیم اسد قطر و پرسپولیس هم با اتاون در امارات بازی میکنه بشنویم صحبت های علی علیپور مهاجم پرسپولیس رو در آستانه مسابقه حساس بازنده اون بازی بودیم و اینکه نتونستیم هرچه تلاش کردیم و موقعیت که داشتیم با دفاع خوبی که تیم حد دول انجام داد تونست امتیاز بازی رو بگیره حالا توی شرایطی پا به این میدون میذاریم که هم تیم اشارج هم تیم ما خوب این بازی و خیلی بازی حساسی میدونن و روی این بازی حساب ویژه کردن ما بازی موظفیم که خب نقاط ضعف و قوت تیم حریف و کاد فنی ما به ما انتقال, انتقال میده و راجبش صحبت میکنیم و ما موظفیم که صحبت هایی که کاد فنی کرده رو بتونیم مو, به مو تو زمین به خوبی انجام بدیم تا بتونیم از اون چیزی که میخوان از اون خاصی که دارن که در نهایت پیروزیه بتونیم از زمین بیرون بیایم و موفق باشیم و مهمتر از همه اینا اشاره بازی خیلی خوب و جذاب و هوادارا ببینم و اینکه همه سال از زمین بیرون بیان. علی علیپور بود مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در پایان خبرهای ورزشی امروز از پوریا جافره. و اما طبق معمول سشنبه ها رو به پایان چشمنداز بامدادی سری به کتاب خونه میزنیم یا در دو کتاب هفته به روایت مسعود بهنود پنجاه سال برنامه ریزی دومین کتابی است از آنچه که هدا صابر تولید کرده است و خودش ندیده و در مرگش دوستان و همکاران قدیمش منتشر کردند نشر پارسه منتشر کرده این کتاب یک گنجینه است از تحلیل های مختلفی که آدم های خبره یعنی مثلا به فرمان داقای زدالای صحابی، فیروز توفیق، خداداد فرمانفرماییان، علی اکبر ماینفر، فرشاد مومنی، کمال اتاری همه دست در کار و همه متخصص درباره برنامه ریزی و این حرف رو میگویند که مگه میشه در کشوری که هنوز فاقد نظریه توسعه است برنامه توسعه نوشت مگه میشه در کشوری که هنوز گفتمان توسعه در میان نخبگان نیست نظریه توسعه نوشت مگه میشه بدون گفتگو یا همشنوی یعنی دیالوگ که خیلی جدی باید باشه بین نخبگان و روشنفکران گفتمان ملی توسعه داشت در حقیقت این کتاب گنجینه است از این تحلیل ها که اوداساور تا بود فراهم کرد و خیلی دوست داشت که این برسه به چاپ که نرسید و دوستان ادامه دادن جمع کردن این در حقیقت تا حالا مونده بود ولی کتاب فوق العاده است از دکتر سعید مدنی که از جمله همکاران هست و کتاب قبلی رو هم هم ایشون همت کرده بود خواهش کردم که به جای دوستش خدا صابر برای ما بگه کتاب 50 سال برنامه ریزی چی هست کتاب پنجاه سال برنامزی در ایران مجموعه ای از گفتگوهای مرحوم حدا صابر با حدود 25 نفر از صاحب نظران و کارشناسان ملی در حوزه توسعه و برنامه ریزیه که در سالهای 76-77 و در آستانه 50 همین سال تجربه برنامه در ایران انجام شد و در یک شماره ایران فردا به صورت ویژه نامه منتشر شد سوالی که خدا در این کتاب سعی داشت به آن پاسخ بده اینه که چرا به رغم وجود استعدادهای شایسته و توانایی‌های کارشناسی با انگیزهای ملی که سالها تلاش داشتند که ایران رو در مسیر و ریل توسعه قرار بدن چرا ما در این زمینه درجا زدیم و هنوز به توسعه دست پیدا نکردیم او در مقدمه‌ای که بر این مجموعه گفتگوها نوشته در نهایت جنبندیش رو به این ترتیب ارائه میده در عرصه توسعه نیز به سان دیگر عرصه ها تجربه ها پار پاره پاره اند تکدانه های تجربه در عرصه توسعه در حسرت نخی به سر میبرند نخی که تجارب هیئت عالی برنامه کارشناسان طرف مذاکره با موریس نوسون همکاران ایرانی گروه مشاوران هاروار برنامه جامعه سوم طراحان ایرانی برنامه چهارم منطق کارشناسی در مقطع تجدید نظر برنامه پنجم تجویزهای طیف کارشناسان ابتدای انقلاب علل ناکامی برنامه اول توسعه پس از انقلاب دستاوردهای اجرایی جنگ و چرایی تبدیل برنامه بازسازی به تعدیل و تعدیل به تصویت را پیوسته و دنبال هم کند تا مگر در این عرصه رد پای آشکار عمل پیشینیان هویدا شود و در امتداد آن مسیر برون رفت از بحران تاریخی توسعه ملی و پایدار پیش روی قرار گیرد با گره خوردن نخ وصل به ظرفیت کارشناسی، منابع مادی و امید به حیات ملی میتوان از کوچه بنبست ناامیدان جهان به میدان ترقی و بهروزی نغزسان به گمانم اتفاق مهمی در حال رخ دادن هست در عالم ترجمه نمیتونم ازش بگم حالا انقلاب ترجمه یا به حکایت هایی که از قدیم ها گفتند بلکه در این دوران یک جوانهایی به خصوص خانم اکثریتشون خانم هست. خانم های جوانی وارد صحنه شدند که زبان رو از بچگی یاد گرفتن بنابراین بسیار بهش مسلطند و انتخاب های موجهی اگر پیدا بکنند که در مورد مثال امروزمون پیدا شده است اون وقت ازش چیزی در میاد مثل رمان نگویید چیزی نداریم از تین که نازنین معمار ترجمه کرده و نشر واگردون رو منتشر کرده است رمان نگویید چیزی نداریم رمان مهمیه به خصوص زمانه ای که داره منتشر میشه خیلی مهمه کتابی است که چندین جایزه برده است در جای مختلف همین 2016 نامزد منبوکر بود و برگزیده منتقدان نیویورک تایمز هم بوده حالا چرا این همه مهمه این داستان فروپاشی زندگی مردم چین هست تو جریان انقلاب فرهنگی پس بنابراین انگار که داریم از یه قصه صحبت میکنیم که از انقلاب فرهنگی ما او شروع میشه میاد تا میدون تیانمن یعنی میرسه به اون جایی که در حقیقت سرنوشت چین رو به یک معنی تغییر داد این در قالب یک داستانی یا داستانهایی گفته میشه و بعضی از مقاطع این قصه بسیار نزدیک است به تجربه های دیگه از جمله تجربه های خودمون این کتاب توسط نشر واگرد منتشر شده است از نازنین معمار مترجم جوان که موضوع کتاب رو به صداقت و شرافت منتشر کرده گرچه که باید بگیم که هنوز نوانس های نصر فارسی یه ذره جای کار داره ولی در مورد سلامت ترجمه نه بسیار جا افتاده و خوب است اونجا که من میفهمم با صدای نازنین معمار بخشی از رمان نگویید چیزی نداریم هزب آنان را مورد عنایت قرار داد و خانه به سبک سنتی در پس کوچه ای نه چندان دور از کنسرواتور موسیقی شانگهای به آنها داد خانه دو طبقه با حیات داخلی و دو بال کناری وسیعی که گنجایش پنج خانواده را داشت و به رغم کم بود مسکن تنها دو نفر دیگر در محبت آن سهیم بودند. یک زن و شوهر با نام خانوادگی ما که هر سه پسرشان را در جنگ از دست داده بودند. آنها به همراه بابا نواز روی دیوار آجوری مشترکشان با رنگ نوشتند در همه موارد به حزب اعتماد کنید و در تمام مدتی که آن را می پاهایشان با ریتمی پیچیده و ظریف بر زمین ضرب میزد. مادر بزرگ تنها کسی بود که دلش با موسیقی نبود. اینجا در شهر دوران کودکیش غرق در رویای پدر و مادر مرده و برادران گمشدهش و شوهر و بچه از دست رفته گرد باد خیال بازگشت موجز آسای آنان را مانند بازگشت بابلوت دواز در سر می پر یک چشمش داشت کور می شد. به شوهرش می گفت از بس به تو نگاه کردم و میدید که جوانیش آن سالهای فرار و فاجعه و دویدن بر لبه پرتگاه به انتها رسیده. اندوه طاقت فرسا و وحشت پایان یافت و به همراه آن استقلال او نیز از اینکه هیچ نمیدانست در صلح چگونه باید زیست میترسید از آن بدتر اینکه سرآخر زن سلطان شعار از آب درآمده بود هر چیز مرتبط با این مرد ایدولوژیک بود با والد نواز تقاضا کرده بود که کفشهایشان به جای پارچه های معمولی از پوشال های بیارزش ساخته شوند علاوه بر حفظ کردن اخبار تخت سیاه روزنامه جیوفانگ را با وسواس میخواند و بازوهایش را طوری روی آن باز میکرد انگار میخواست سخنان رهبر ماورا را در آغوش بگیرد نقطه آخر ساعت اول برنامه همین بود با پوزش از اینکه نرسیدم بخش اعظم پیام هایی که فرستادین و لطف کردین برمون بخونم برمون بسیار فشرده بود تا از دیگر با تاثر خبرهای جهان برمیگردیم و تکرار مطالب ساعت اول برنامه به همراه فرج بالفکن و کریس هنسن من داریش رجبیان از همراه شما با ساعت اول برنامه سپاس کنم